تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهم للتقوى. کنار سفره قرآن پاسخن خالق نشستیم، هر آیه رو 4-5 دقیقه فشرده تفسیر میکنیم. از اول قرآن رسیدیم به آیه 243 از سوره بقره جزء 2. با هم بشنویم. الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. آیا ندیدی کسانی را که از ترس مرگ از خانه خود فرار کردند در حالی که هزاران نفر بودند؟ خداوند اونها را دستور مرگ داد، اونها مردند، یعنی خدا اینها را با قهر خودش میروند، مردند، سپس اونها را زنده کرد تا درس عبرتی برای آیندگان باشند. خداوند نسبت به مردم احسان میکنه ولی بیشتر مردم سپاسگزار نیستند. در شأن نزول این آیه اومده که یکی از شهرهای شام که در اون زمان حدود 70,000 خانوار جمعیت داشت، بیماری طاعون آمد که گفتن این بیماری طاعون به خاطر کیفر الهی بود، قهر خدا بود. خب یکی که میمردن و یه چند هزار نفری هم گفتن که ما امکانات داریم سریع از منطقه خارج شیم. از شهر رفتن بیرون و خداوند اونها را تو بیابون توسط همون مرض طاعون به مرگ گرفتار کرد. بعد یکی از انبیا، در برخی از تفاصیل و روایات اومده که یکی از انبیا به نام حزقیل آمد بره بعد از خدا خواست اینها دو مرتبه زنده شن، اینها زنده شدن. حالا قرآن میگه که از قهر خدا نباید فرار کرد، سعی کنید عبادت کنید و فرمانهای خدا رو انجام بدید، اما اگر گردن کلفتی کردید و خدا خواست شما را به قهر خودش گرفتار کنه، از قهر خدا نمیتونید فرار کنید. لن یعجزه تو قرآن زیاده، لن یعجزه تو قرآن مکرر میده، یعنی شما نمیتونید خدا را عاجز کنید. والله غالب علی امره، خدا اگر یه اراده بکنه اراده خودش رو پیاده میکنه. گیر مکانی که شما حالا از این منطقه بری بیرون نجات پیدا کنی. در جای دیگه میفرماد ولو کنتم فی بیوت مشیده، تو خونه های محکم هم باشید جونتون رو میگیره. از اول نباید خلافی بکنید که قهر خدا شامل شما بشه. دیگه وقتی قهر خدا شامل شد، اگر خدا اراده که شما رو ذلیل کنه همه جمع بشن نمیتونن شما رو عزیز کنن، و اگر خدا اراده که شما رو عزیز کند همه جمع بشن نمیتونن شما رو ذلیل کنن. علم تره، ندیدی افرادی که خرج و من دیار هم و هم الوف، الوف به بالای 10,000 تا میگن، چون اگر زیر 10,000 تا بشن میگن آلاف، الف یعنی هزار، این الف دو رقم جمع داره، گاهی میگیم الوف گاهی میگیم آلاف. آلاف به چند هزار تا، زیر 10,000 تا، الوف که شد یعنی چند هزار تا که بالای 10,000 تا است. حالا تو تفاسیر و تواریخ اینطور اومده که اون منطقه در شام بوده، شهری بوده، 70,000 خانوار جمعیت داشته، خلافکار بودن، قهر خدا رسیده، با مرض طاعون میمردن، متمکنه خواستن فرار کنن، تو بیابون گرفتار قهر خدا شدن، با همون مرض طاعون مردن، بعدن پیامبری دعا کرد اینها زنده شدن. خب بعد میفرماد که ان الله لذو فضل على الناس. یا وقت فکر نکنید که اگر خدا یک گروه رو تو بیابون با طاعون مرگ داد خدا فضل نداره. خدا خیلی رحیمه. گاهی خداوند قهر میکنه. مثل یه پدری که بچه‌شو میزنه بعد میگه فکر نکن من اینو دوستش ندارم. صدها و هزارها خلاف از این منم کارش نداشتم. حالا یه بار مثلا یه تنبیه میکنم. در مقابلی که میگه موتو، خدا اینا رو مرگ داد سپس اینا رو زنده کرد، باز میگه ان الله لذو فضل علی الناس، خدا بازم فضیلت داره. در دعا
دعایی هست بعد از نماز جعفر طیار، اینه میگه تخلف سکان و ارضک، خدای ساکنین زمین خلافکارن، فکنت علیهم عطوفن به جودک، ولی تو عطوفی جود میکنه، یعنی با این که مردم خلاف میکنن تو جود و عطوفت تو از اینها کم نمیکنی. گاهی یه روزنه ای از کیفرها خودشو نشون میده، و یعنی اگر خدا خواسته باشه خلاف منو جزا بده که یه دعا داره میگه الهی کان جزایی فی اول ما اسایت کنار، اول خلاف ما شما پشه که اومد یزید و همون اولی گرد که دنو میکشش، اگر همون کاری که ما با پشه میکنیم خدا خواسته باشه ما بکنه، کان جزایی فی اول ما اسایت. اینه که افراد 70-80 سال بهشون مهلت میده و اینا دست خلاف بر نمیدارن. ان الله لذو فضل علی الناس، قطعا دارای فضیلت، منتها مردم اکثر ناس لا یشکرون. ای آیه نکاتی که توش اینه که از تاریخ به تاریخ بنگریم و از تاریخ درس بگیریم، از قهر خدا نمیشه فرار کرد. اون چه در تاریخ مهم است عوامل عزت و سقوط است که فلان قوم و ملت چرا عزیز شدن چرا ذلیل شدن، چند تا بودن، اسمش چی بود، منطقه کجا بود، یعنی این مسائلی که حالا دونستن و ندونستنش فرق نیست، فرق بین تاریخ قرآن صدها قصه و تاریخ داره، ولی تو تاریخ ها مثلا به عبرت ها توجه داره، به نکات اصلی مایه قصه چیه، حالا یه آقا چند کیلو بود، چه لباسی پوشیده بود، در چه سرزمینی بود، یعنی کار این بدون ما ندونیم مهم نیست. در بیان تاریخ اون چه مهم است عوامل عزت و سقوطه، نام افراد و قبائل و مناطق نگفته. اونجا که اراده خدا باشه فرار کارساز نیست، فرار کردن ولی قال لهم الله موتو، خدا اینها رو مرگ داد. خداوند در همین دنیا مردگان رو زنده میکنه، ثم احیاهم، حضرت موسی مرده رو زنده میکرد. شیعه اعتقادی داره به نام رجعت که در پایان تاریخ اولیاء خدا دو مرتبه زنده میشوند و حکومت رو به دست میگیرند، و اینم برای مؤمن خدا که در قیامت میخواد همه رو زنده کنه، حالا در دنیا چند نفر رو زنده کنه، میگه چی میشه، چی میشه، میگه موسی مرده رو زنده نکرد. در مواردی از قرآن یکی از پیغمبرها سوار الاغی بود از کنار دریای میگذشت، گفت خدای مرده ها رو چطور زنده میکنید، فاماته الله، خود پیغمبر رو که رو الاغ سوار بود فاماته، خود پیغمبر رو مرگ داد، ثم بعثه و سپس زندش کرد. گفت حالا نگاه کن 100 سال پیش یه سوالی کردی خودتو مرگ دادم، الاغت هم مرگش دادم، حالا خودت زنده کردم، میخوام الاغت رو برو چشم زنده کنم. آیه رو در چند تا آیه دیگه بعد میخونیم، بارها خداوند مرده رو زنده کرده و برای قدرت خدا مهمم نیست. پاییز که بهار که میشه هر برگ سبزی دلیل منه که میشه برگ زرد ریخته بشه دو مرتبه سبز بشه، میشه زنده کردن مرده، همین زمین میمیره بعد دو مرتبه با بهار زنده میشه، ما میخوابیم دو مرتبه بیدار میشیم، هر خواب و بیداری مال مرده و زنده شدنه، هر پاییز بهاری مال مرده و زنده شدنه. این فراز و نشیب ها و مرگ و میر ها و زاد و ولد ها و زنده شدن ها و مجدد، اینا همه نمونه ی الطاف خداست. ان الله لذو فضل علی الناس. خب تا اینجا بسه، آیه 243 را هم گفتیم. خلاصه آیه این شد که گناه نکنید، اما اگر گناه کردید و خدا اراده کرد که شما را ذلیل کنه، فرار کافی نیست، هیچی شما را نمیتونه حفظ کنه. کمان که شاهان را که همه حمایت ها باشون بود و همه امکانات رفاهی و حفاظتی و نمیدونم حمایتی داشتن، اونها هم حفظ نشدن. ابرقدرت ها سقوط کردن، سقوط ابرقدرت ها رو دیدید، مرگ و میر و ذلت شاهان و رئیس جمهورها رو دیدید. بنابراین با فرار کار حل نمیشه، برگردیم سراغ خدا، بنده او باشیم به جای که بنده طاغوت ها و نفس خودمون باشیم. خدای قرآن را برای ما وسیله تدبر قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.